برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف NCSS وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى شیرازی در شهر نجف اشرف با همکاری مؤسسه ارض العطا لتطویر التعلیم و حقوق الانسان دوره آموزشی TOT را در سطح اول برگزار کرد. این دوره با حضور آقای عقیل العزاری مشاور بین الملل آموزشی برگزار شد که موضوعات مطرح شده بین شهر می باشد: مبانی تربیت و آموزش، تأثیر، عوامل و ارتباط با آموزش، موقعیت‌های مربی حرفه‌ای، هنر پیشنهاد قدرت، توانایی در تمرین و اعتماد به نفس و تأثیر آن بر کارآموزان اشاره نمود. همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، مسجد و حسین آل یاسین در سیدنی استرالیا و از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی مراسم عزاداری دهه فاطمیه را برپا نمود. این مراسم عزاداری با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و با برپای نماز جماعت و ایراد سخنرانی به زبانهای انگلیسی و عربی درباره زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نوح خانی ادامه پیدا کرد. حجت الاسلام شیخ محمد رضی وکیل آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی در کشور ماداگاسکار به خبرگزاری اخبارشی اعلام کرد مرکز اهل بیت علیهم السلام وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى شیرازی در شهر مهاجنگای ماداگاسکار در سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مراسم عزاداری آن بانوی اطهر را برگزار کرد. در این مراسم حجت الاسلام شیخ محمد رضی با ایراد سخنرانی برای دوستداران اهل بیت علیهم السلام آنها را با سیره مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا نمودند. وزارت حج و عمره عربستان در ژانویه آینده کنفرانس و نمایشگاهی را برای خدمات حج و عمره با عنوان حج اکسپو 2023 برگزار می کند. این نمایشگاه که در شهر جده برگزار می شود قصد دارد با نمایش خدمات و ارائه راهکارهای نوآورانه روند زیارت زائران حرمین شریفین را تسهیل کند و با بالا بردن کیفیت خدمات به غنی‌سازی تجربه مذهبی و فرهنگی آنان کمک کند. نمایشگاه حج 2023 شامل مرور بر نوآوری‌ها، برنامه‌ها و ابتکارات کیفی مختلف با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در ایام حج و عمره می‌باشد.